سلام به همه دوستان خوبم. امروز یک شنبه است، 22 مهر ماه 1402، 14 اکتبر 2023. من واقعا نمیدونم چه اصراری هست و چه سیاستی هست. شاید حالا دست خدا رو درش ببینم یا برنامه کاملا مشخصی هرچی به نفع مردم ایران داره تموم میشه، که اصرار دارن همسر رئیسی همه جا سخنرانی کنه، اظهار نظر کنه. بخشش مشخصه، من قبلا هم گفتم بسیاری از کسانی که به کابینه رئیسی راه پیدا کردن به خاطر روابط عاطفی که با جمیله علم‌الهدا دارن. خب طبیعتا این مدیران دولتی شهوت جمیله علم‌الهدا در سخنرانی و دیده شدن رو فهمیدن، دعوتش کردن برای سخنرانی. شاید خودشون تو دلشون میخندن، از خدا میخوان که این بیاد صحبت کنه و آبروش بره. ضمن اینکه سواری میگیرن ازش با خاطر ارتباطاتی که دارن، سمت میگیرن، امکانات میگیرن، پول میگیرن، مجوز اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و چاپ کتاب اینا میگیرن. ته دلشون هم، چون ببینید من بارها گفتم هیچ آدم منطقی نمیتونه تا ته خط با جمهوری اسلامی بره. هیچ آدمی که میخواد حتی زندگی کنه، آدمی که هر چقدر هم سوء استفاده گر باشه ولی اندکی به فکر این باشه که یک آینده هم برای خودش داشته باشه، نمیتونه تا تای خط با بره. و معتقدم بسیاری از اونها دارن مدرک جمع میکنن برای آینده. یعنی یقین بدونید وزیر آموزش پرورش مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه میاد اینو رو میکنه، نگاه کنید من برای اینکه آبروی رئیسی و دولتش و حکومت رو ببرم اینو آوردم این سخنرانی رو کردم. به هر حال از حرفای ناشی از حرامزادگیش که در نیویورک مصاحبه کرد و گفتش که همه اونهایی که در تظاهرات سال گذشته کشته شدن طرفدار حکومت بودن، تا دخالتاش در همه کاری که گفتم در تعیین وزرا و اینها، واقعا یکی از شرایط ورود به کابینه رئیسی داشتن ارتباط حالا از حداقل تا حد اکثر با جمیله علم‌الهدا است. اما خب وقتی کسی قراره در جاهای مختلف سخنرانی دعوتش کنن، ناچاره هی حرفای بی ربط بزنه و روز به روز آبروی خودش رو ببره. در عین حال همین آبرو رفتن از اینها، ضمن اینکه یک منفعت عمومی برای مردم داره، یک سری منافع فرهنگی و به نظر من شاید حتی علمی برای کشورمون داره، باعث میشه که چشم ها باز شه. من قبلا گفتم یکی از فتواهای رایج، یکی از توصیه های رایج رهبران دینی در طول تاریخ به مردم بوده که خواندن کتب زاله حرامه، کتابی که واسه گمراهی میشه. و جالبه که مصداقش هم خودشون تعیین میکردن که فلان کتاب کتاب زاله است، فلان کتاب کتاب زاله نیست. در ادامه همون روند الان ببینید که هر چیزی که باعث آگاهی رسانی بشه جلوشو میگیرن. اینترنت، شبکه‌های آزاد ماهواره‌ای و تلویزیونی، اساتیدی که با روایت و نگاه رسمی حکومت نسبت به تحولات، نسبت به حتی علم زاویه دارن رو از دانشگاه بیرون میکنن، افراد بی سواد و بی سر و پای مثل حدادیان و الله کرم رو به عنوان استاد دانشگاه میارن. و میبینید دارن از دو جهت، از یک طرف با حذف افرادی که واقعا نماد علم و آگاهی یا حداقل نماد تلاش در راه علم هستن، و از طرف دیگه با آوردن افراد بی سر و پایی که در دنیا و در داخل کشور به لاتبازی، بی ادبی، بی فرهنگی و بی سوادی مشهور هستن، از دو جهت دارن به دانشگاه ضربه میزنن. که یکی از دلایلش عرض میکنم کاهش امکان علم آموزی دانشجویان، جوانان و افراد دیگه است که با علم آموزی، این اگه ما می‌خواستیم ثابت کنیم که اینها علم آموزی رو برای خودشون و برای مکتبی که خودشون مربی هستن مضر می‌دونن، به اندازه این حرف علم جمیل علم‌الهدا نمی‌تونستیم. ولی به هر حال اینا از یک طرف می‌خوان راه علم آموزی جوانان رو ببندن، که فکر می‌کنن با علم آموزی جوانان بسیاری از دکان‌ها و بسیاری از تجارت‌ها اینها تعطیل خواهد شد. از یک طرف هم بر اساس همون نقشه عمومی که من اعتقاد دارم 3 سال حداقل دارم فریاد میزنم که جمهوری اسلامی مأموریتش از بین بردن ایرانه، و ایران فقط یک مرز جغرافیایی نیست، ایران یک مجموعه است از مرز جغرافیایی، از انسانها، از دانششون، از منابع طبیعی، از اعتبار، از نام، از فرهنگ، از تاریخ. اینا در عرصه های مختلف دارن از بین میبرن. یکی از عرصه هایی که همواره برای ایران افتخار بود اینه که مدارک دانشگاهی ایران در بسیار از جاهای دنیا اعتبار داشته. این رو هم میخوان از بین برن که نه امروز، تا سالهای سال بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی
در دنیا به مدارک دانشگاهی ایران که برای در این سالها داره صادر میشه، یا دانشجوانی که این سالها میرن و در سالهای آینده فارغ التحصیل میشن، حتی بعد از افتادن جمهوری اسلامی به مستراح تاریخ تا سالها به مدارک دانشگاه ایران به دید تردید نگاه کنن. حالا اینکه قبلا صحبت کردیم، اما اونی که امروز میخوام روش صحبت کنم معطوف است به صحبتهای جمیله علامه‌خدا که قبلا هم حالا نشانه ازش داشتیم، اما این رو بشنوید. واقعا اینکه یهو میبینید قرآن رو میسوزونن وسط اروپا و این تکرار میشه و کسی دردش نمیگیره، مال این هستش که این کار در طی سالهای الحاد رو در قالب علم منتقل کرده. تمام کسانی که مثل من با دانشجو و دانش آموزی سر و کار داشتن میدونن که درس خواندن دانشجویان و دانش آموزان منجر به متدین تر شدنشون نمیشه، اگر برعکس نشه. یعنی ما برخی از رشته هامون وقتی دانشجو داره وارد دانشگاه میشه چند تا سوره قرآن حفظه، وقتی داره میره نمازش هم یادش میره بخونه یا کاهل نماز میشه. خب ببینید، میگه که دانشجوی ما وقتی وارد دانشگاه میشه چند تا سوره قرآن بلده، وقتی که میره دیگه نمازش هم ول میکنه. و در یه جای دیگهش میگه که تجربه من، حالا خودشم خیلی دست بارانی که با دانش آموز و دانشجو سر کار دارم، نشون میده که علم آموزی باعث افزایش دین نمیشه و افزایش دین داره نمیشه اگر برعکس نشه. یعنی به نظر میسه که اتفاقا این اگر دومش ته دل خودشه. خب این یعنی چی؟ یه موقع ببین، وقتی کسی این حرفو میزنه در مورد استثناء صحبت نمیکنه. ممکنه یک نفر هم علم آموزی بکنه و علمی بیاموزه، یک فنی رو یاد بگیره، یک هنری رو یاد بگیره و بره با استفاده از همون بدترین کارا رو انجام بده. از طریق علم بره مثلا بمب بسازه، موشک بسازه که علیه مردم کار گرفته بشه، یا یک ضربه اقتصادی به جایی بزنه. از طریق فرهنگش با ورود هنری به بعضی از عرصه‌ها باعث ابتذال فرهنگش، هر کار دیگه. این در هر جای دنیا در هر دوره تاریخ اتفاق میفته، اتفاق افتاده. حالا حتما دوستان میدونن که اصلا فلسفه جایزه نوبل چیه. نوبل با استفاده از دانشی که داشت و دینامیت رو اختراع کرد و بعد دینامیت بیش از اینکه منفعت برای انسان ها داشته باشه، حداقل در یک دوره از تاریخ باعث ضربه زدن و باعث قتل انسان ها شد، اومد مثلا ثروت ناشی از همون ساخت دینامیت رو اختصاص داد. حالا خیلی به زبان خودمونیش که تشریح میخوام میگم، اختصاص داد به یک جایزه که یک بنیادی شد که حالا طبیعتاً اون ثروت نیست که اون بنیاد دادن پیدا کرد و جایزه میده. خب پس یک نوبلی هم بوده که الان هم آدم خوشنامی ظاهراً، باعث شده که یک ماده درست بشه که در جنگ ها ازش استفاده میشده. حالا استفاده دیگه هم داره، استفاده معدنی هم داره، ولی حالا تازه این نیتش بده یا خوب، مهمش نیت که مهم است. در تمام دوران تاریخ در همه پهنای جغرافیای عالم کسانی بودند که از علمشون استفاده کردن بر ضد بشریت، از هنرشون استفاده کردن برای تخریب هنر، از هر ابزاری که در اختیارشون بوده که ناشی از آگاهیشون بوده یا ناشی از علمشون بوده یا ناشی از مثلا یک تجربهشون بوده بر ضد بشریت استفاده کردن. اما این جریان غالب نبوده. وقتی که یک کسی در جایگاه همسر رئیس جمهور یک حکومت غصبی بینی حرفو میزنه، یک نگرانی وسیعه. وگرنه میگم در هر جای دنیا ممکنه نفر، ما آدم داشتیم، احمد کسروی یه موقع آخوند بوده خودش و شد ضد آخوند، دیگه نمیدونن از فرداش میگن همه آخوندا رو گردن بزنن برای اینکه میتونن برن بشن ضد دین یا ضد مذهب، یا مثلا حداقل افشاگر نسبت به بعضی از مبانی مذهبی و دینی. یا عرض کردم نمونه نوبل و مسائل دیگه. وقتی که میاد اظهار نگرانی میکنه، یعنی یک جریان غالبه. اینو دقت کنید، جریان غالبه که نگران هستن. عده زیادی از دانشجویان هرچه علمشون بالاتر میره، یعنی ورود به دانشگاه، یعنی که طرف یک سطح علمی هست میاد در دانشگاه، سطح علمیش حالا لیسانس میگیره، فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره، به مراتبی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه با دین فاصله میگیره. خب این معنیش چیه؟ اون عنصر دین که ثابت بوده، مبانی اعتقادی این طرف هم حالا چه ارثی بوده چه تحقیقاتی بوده درش هست، تغییر نشده. هیچ تغییری در دین ایجاد نشده که وحی جدید نیومده، که کتاب جدید که نیومده. چه چیزی باعث دین گریزی این شده؟ بر اساس صحبت های جمیل علامه خدا، آگاهی بیشتر باعث فاصله گرفتن از دین شده، یا حداقل در خوشبینانه ترین شرایط فاصله از دین رسمی، دین حکومتی، دینی که همین حکومت ترویجش میکنه.
پدر جمیله علامه خدا ترویجش میکنه، همین کسی که اجازه نمیده اسم زنش، حالت زنش که مرده، اسم زنش رو قبرش بنویسن، یا اجازه نمیده کنسرت برگزار شه، یا میگه که شهر مشهد شهر امام رضاست، دلیل نداره توش مثلا مسابقه فوتبال برگزار بشه. این همون دینه دیگه. یعنی میگم در خوشبینانه تر خیلی از افراد با توجه به مجموعه اتفاقاتی که در سالهای اخیر در ایران و در بسیار از کشورهای دارای حاکمیت مذهبی یا حاکمیت نزدیک به مذهب داشتن، میگن که آخر اصل دین اشکال در دینه، ما اون رو کارش ندارم. ولی اون چه مسلمه، امروز جمیله علامه خدا همسر رئیسی که خودش رو یک استاد دانشگاه میدونه، میدونید که میگه من یک معلم هستم، خیلی هم تواضع و همه یک معلم هستم، ولی وسطش میگه کسانی که مثل من با دانش آموز و دانشجو سر کار دارن. خب این آدم میاد به عنوان یکی از دقت کنید، داره دغدغه رو میگه برای یک مورد استثناء، برای 10 مورد استثناء که نمیگن. وقتی کسی رو به عنوان یک دغدغه میگه، یعنی که به این نتیجه رسیدن که با علم آموزی نگاه به دین تغییر میکنه و حتی به نگاه ضد دینی تبدیل میشه. کسی که به قول این قبل از اومدن به دانشگاه نماز میخونده، وقتی علمش اضافه میشه از نماز فاصله میگیره. این معنیش چیه؟ حالا دو دسته میتونن این حرف منو گوش کنن و روش تحلیل بکنن. یه دسته کسانی که خب اصلا با دین ضدیت دارن، یا حالا نه ضدیت از روی کینه. خب یه سری افراد هم ممکنه ضدیت از روی کینه داشته باشن. ولی یه سری افرادی با مثلا بررسی تحقیق به این نتیجه رسیدن که این دین حالا چه خصوصیش چه عمومیش همون افیون ملت هاست، باعث بدبختی بابا، باعث هرچی هست. این یک بحثه. اما یک دسته دیگه طرف صحبت منو گوش کنن، کسانی که طرفدار دین هستن، کسانی که دین رو یک عنصر مفید و لازم و حتی کافی، وقتی لا رتن ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ چیزی نیست که در دین نباشه، و ما تسخطون ورقتن الا یعلمها. فقط ببین بس بر سر اینه که چه کسانی که ضد دین هستن، چه کسانی که دین مدار هستن، الان باید با این حرف فکر برای خود جوان. کسانی که ضد دین هستن خیلی خوب، این رو یک تأییدی میگیرن برای نگاهشون. کسانی که ادعا دارن که دین ناجی بشریت هست، دین لازم وجود داشته باشه، الان باید با این حرفای علم الهدا به فکر فرو برن. اینو دقت کن، من بحثم اینه که حداقلش اینه که میتونن کماکان متعصب باشن، میتونن بگن که هر کسی حرف رو زد کافره، اصلا حرفش نباید گوش کرد، شنیدن حرفش حرامه. میتونن فکر کنن اگر واقعا حتی نگران دینشون هستن. از چه جهت میگن باید نگران دینشون باشن؟ از این جهت که از دو حال خارج نیست. یا این حرف اعتراف به اینه که به طور مطلق سوای از اینکه دین در حاکمیت باشه یا نه، دین مثلا به قول متدینین حکومت بر قلب ها بکنه. به اعتراف جمیله علامه الهدا، علم آموزی باعث گریز از دین میشه. این یک بودشه. یکی نه، ممکنه بگه نه اصل دین اشکال نداره، هر عیب که هست در مسلمانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی. خب اونها هم اگر راست میگن، امروز وظیفه دارن در برابر حکومتی و گفتمانی که با عنوان ترویج دین مسلط شده و نتیجه رفتارش اینه که دانشجوی متدین حافظ تعداد سوره قرآن وارد دانشگاه میشه، از اون در که میری بیرون ضد دینه. تازه در همین دانشگاه هم علاوه بر تبلیغات روتین، تبلیغات عمومی که وجود داره بر همه، دفتر نمایندگی ولی فقیه وجود داره. دانشجو را که میره به اندازه استاد دیگه آخوند تو دانشگاه میبینه و خیلی از استادام آخوند صفت شدن. عبدالرضا سیف یادتونه که داستان حسنک وزیر رو تحریف کرد برای اینکه مثلا به قول خودش فرهنگ عاشورا رو ترویج بکنه. سعید حدادیان تو دانشگاه هم هست که ما که قبل از انقلاب سعید حدادیان نداشتیم. حسین الله کرم تو دانشگاه هست. صادق کوشکی بی سواد بی سرپا تو دانشگاه هست که مروج خشونت و بی سواد مطلقه. رؤسای دانشگاه از بین کسان انتخاب میشن که هیچ نسبتی با علم ندارن و هر کس اندکی حتی اشتهار به علم و دانش داره داره از دانشگاه اخراج میشه. نتیجهش اینه، یعنی میگم تمام حالا تبلیغات عمومی قبل از دانشگاه سر جای خود، به صورت خاص دین رسمی حکومتی، یا به تعبیر بسیار از افرادی که میانه خوب با دین ندارن، همین دین که ذاتش همینه، در دانشگاه به طور ویژه ترویج میشه و به خیال خودشون به طریق علمی داره ترویج میشه. یعنی عنوان علمی درست میکنن، واحد دانشگاهی میگذارن برای ترویج دین، و رئیس دانشگاه ادبیاتشون هم میاد داستان حسنک وزیر رو میگه، تحریف میکنه برای ترویج فرهنگ عاشورا.
خب دوستان من اینو حرفم اینه، اگر کسانی واقعا اونایی که هم دین هم نمیدونم همه چیزی که در این حکومت هست دکانشون یه مش فریبکار شارلاتان هم که دیدن بهترین خرهایی که میشه سوارشون شد در امتیاز گرفت، سران حکومت هم برو ازشون تعریف کن، از دینشون تعریف کن، از منشون تعریف کن و تعداد استخوان‌هایی که از سفره انقلاب میگیری بیشتر باشه، اونا حسابشون جداست. اما اگر کسانی هستن که ادعا دارن واقعا دفاعشون از جمهوری اسلامی به خاطر دفاع از دینه، برن تو سر خودشون بزنن، برن واقعا بشن گریه بکنن برای خودشون و دینشون و مرامشون، که همسر رئیس جمهور که خودش هم سالها سر در همین دانشگاه درس میده، خب بالاخره اگر یک استاد سکولار هست میگه که الحاد رو به صورت علمی به جوانان تزریق میکنن. خب اگر استادی که ترویج الحاد میکنه در دانشگاه هست، تو هم هستی، سعید حدادیان هم هست، صادق کوشکی هم هست، عبدالرضا سیف هم هست و بسیار از افرادی که دین علم خودشون رو فروختن به جمهوری اسلامی، چرا شما اثر ندارید؟ چرا گفتمان شما و چرا گفتار شما جذاب نیست؟ پس دو حال داره، یکی این که اصلا اون ریشه گفتمانی شما که دینه مشکل داره، یکی این که شما قرائتی از دین رو آوردید که باعث گریز از نماز و نمیدونم گریز از دین میشه و دانشجوی که میاد در دانشگاه نتیجه خروجش ضدیت با دینه. خب من با حکومت که کاری ندارم، حکومت هر کاری کنه باعث رسوایی خودش و گفتمانهایی که باعث تقویتش میشن خوشحال میشم. اما اگر کسانی، من همیشه حرف این مخاطبم، کسانی که ادعا میکنن و من معتقدم قریب به اتفاقشون دروغگو ان، شارلاتان ان، این حرفا رو میزنن که از سفره انقلاب استخوانگیرشون بیاد، اما اگر معدود افرادی در بینشون هستن که واقعا به خیال خودشون با نگرانی نسبت به دین از حکومت دینی دفاع میکنن، بعض از مراجع تقلید شارلاتان که میگن که ما مشکلات رو میفهمیم اما چون حکومت جمهوری اسلامی تنها حکومت دینی حکومت مذهبی دنیاست، تنها حکومت شیعی دنیاست ازش دفاع میکنیم، برن نتیجه ببینن نتیجه حکومت دینی اینه که دانشجوی نمازخون وارد دانشگاه میشه، بی نماز از دانشگاه خارج میشه. هنوز هم مرجع تقلید میتونه ادعا کنه به خاطر دفاع از حاکمیت مذهبی کارو میکنه، یا نه به خاطر اینکه داماد مفتخورش پسر انگلزادش از این حکومت رانت میگیره. چرا فکر میکنید مردم باید کماکان به نمادهای مذهبی که حالا مثلا در بین کسانی که به ناحق خودشون رو ملبس به لباس پیغمبر میدونن باید اعتماد بکنن؟ که اینا قبلا گفتم دروغ آشکاره، قطعا دروغ آشکاره، که به قولی بنده خودم گفتش که همچین میگن که این لباس پیامبر امام حسین، انگار مثلا معاویه شلوار جین میپوشیده با تیشرت مثلا لاکوست. خب این لباس عمومی بوده، تازه من قبلا هم گفتم یکی از شعارهای تبلیغاتی و یکی از قصه های حالی که مشخص میشه اگر الانشون راست باشه که پیامبر لباس خاصی داشته که لباس این هاست، پس اون داستانی که میگفتن دروغ بود، که وقتی یک نفر برای اولین بار وارد مسجد پیامبر میشد و پیامبر رو نمیشناخت، اونجا که وارد میشد نمیتونست پیغمبر رو تشخیص بده، بلکه پیغمبر وسط جمعیت نشسته بود، هیچ نشانه خاصی هم نداشت. حالا این کسانی که خودشون ملبس به لباس پیامبر میدونن، بیشتر از خود فکر کنن اگر دغدغه‌شون این نیست که داماد مفتخورشون علاوه بر تمتعات شبانه، تمتعات روزانه هم از قبل اینها داشته باشه، یا پسرشون که حالا همه جور عیاشی میکنه به خاطر حمایتی که این حضرت آقا از حکومت بکنه، رانت بگیره، امتیاز کارخونه لاستیک بگیره، امتیاز واردات شکر بگیره، امتیاز همه جور کسافتکاری بگیره، اگه راست میگن الان تو سر خودشون بزنن. اینا یکی از چیزهایی که قبلا رایج بود، میگفتن که وقتی که میخوان اعتراض کنن عمامه به زمین میکوبونن، یکیتون عمامه به زمین میکوبونید، حالا اگر شکمتون سیره، اگر مثل جعفر صبحانی نیستید که میاد میگه که این فرهنگ آپارتمان نشینی باید از بین بره چون اسلام رو تضعیف میکنه، باید همه خونه ویلایی داشته باشن، اینقدر شعور نداره، از حداقل شعوری که یک بچه 6 ساله هم داره برخوردار نیست، که نمیفهم مردم الان الگوی حکومت شده آپارتمان 25 متری، این فلان فلان شده میگه که آپارتمان نشینی اصلا برخلاف فرهنگ اسلامی، باید همه خونه ویلایی داشته باشن. اگر شکمتون اونطوری سور نیست، اگر انقدر احمق نیستید و خودتون به حماقت نمیزنید، الان باید عمامه بزنید بکوبید که چه کردید با دین مردم، که دانشجویی که حالا تازه شانس آورده تا سن 18 سالی که میره دانشگاه تو این حکومت پر از کثافت هنوز ضد دین نشده، به قول جمیل علام خدا تازه چند تا سوره قرآن هم حفظ کرده، وقتی وارد دانشگاهی میشه که نمایندگی ولی فقیه داره، رئیسش یک مزدور حکومتی دروغگوی فریبکار مبلغ دینه، درس معارف دینی درش دارید، درس قرآن دارید، آخوند نماینده ولی فقیه همیشه دارید، خروجیش ضد دینه. تا
اینجا قبل از اینکه مشکل حل کنید به اعتراف کسی که مثلا خیلی با تواضع میگه من با دانشجو و دانش آموز سر کار دارم، روزنامه های رسمی حکومت اولین همسر رئیس بهش عنوان اولین همسر رئیس جمهور دانشمند میدن، میگه دانشگاه ما، نمیگه حتی دانشگاه، میگه ارتباطی بین علم آموزی و افزایش تدین وجود نداره، بلکه برعکسشه. یعنی معتقده که علم آموزی باعث گریز از دین و قرآن و نماز میشه. برید عمامه بزنید. موفق باشید.